در قسمت قبل از به دنیا آمدن و کودکی محمد رضا شاه گفتیم تا ابتدای پادشاهی و تصمیم محمد رضا شاه برای قوی کردن ایران. اگر قسمت اول رو ندیدید آدرس قسمت اول رو بالا میذارم، بزنید روش رو نگاه بکنید، بعد بیاد این قسمت رو نگاه کنید. اول از همه سلام عرض میکنم خدمت همقطاران خودم در رادیو تاریخ. در اون زمان ایران از سمت انگلستان به شدت توی فشار بود که یک قرارداد نفتی جدید باید امضا کنه. آخه انگلیسی ها محمد رضا شاه رو برای به قدرت رسیدن مدیون خودشون میدونستن. در 15 بهمن 1327 و سالگرد افتتاح دانشگاه تهران و هنگام بازدید شاه از دانشگاه تهران، این آقا یعنی آقای ناصر فخرآرایی با یک رولور به سمت شاه 5 تیر شلیک میکنه و شاه رو ترور میکنه. البته این ترور نافرجام میمونه و فقط یکی از تیرها به محمد رضا شاه میخوره و محمد رضا شاه فقط زخمی میشه، ولی ناصر فخرآرایی همونجا چکلقدی میشه و سریع کشته میشه. بعد از این جریان شاه انگلیس رو متهم میکنه و با آزادی بیشتر مخالفان سلطنت و چپگراها رو سرکوب میکنه. به گفته این آقا یعنی آقای یروان آبراهامیان، این ترور برای محمد رضا شاه یک موهبت و نعمت محسوب میشه، چون باعث شد که شاه اختیارات خودش رو گسترش بده. یعنی شاه بعد از این ترور در شرایطی که حکومت نظامی برقرار کرده بود انتخابات مجلس مؤسسان رو برگزار میکنه و در این مجلس جدید علاوه بر این که اختیارات شاه رو افزایش میده، مجوز تشکیل مجلس سنایی رو میگیره که نصف بیشتر نمایندگان این مجلس رو خود شاه انتخاب میکنه. البته در انگیزه این ترور هم گمانه‌زنی هایی شده که بعضی هم معتقدن که این ترور نمایشی بوده و از پیش طراحی شده بوده برای اینکه شاه بتونه اختیارات خودش رو افزایش بده. در اینجا میخوام درباره ملی شدن صنعت نفت براتون بگم که جریان خیلی جالبی داره که چطور چند تا نماینده با فس و فس کردن به این جریان کمک کردن. ولی اول به رسم کانال رادیو تاریخ از یکی از مخاطبین وفادار که کلیپ ها رو تا انتها نگاه میکنه و بعد کامنت میگذاره میخوام تشکر کنم. ایشون آقای رضا شمشیری 43 ساله، مرد شب زنده‌دار کانال رادیو تاریخ از تهران. آقای رضا شمشیری به واسطه کارشون که توی یک شرکت به صورت شبانه مشغول کار هستن، اکثر کلیپ های این کانال رو فقط شبها نگاه میکنن. شبا که ما میخوابیم آقای رضا شمشیری بیداره. از همینجا سلام عرض میکنم خدمت داداش گل خودم آقا رضا شمشیری از تهران. خیلی مخلصم سالار. خب بریم برای ادامه کلیپ. طی دهه های 40 و 50 با توجه به قرارداد بین ایران و انگلیس در سال 1932 سهم ایران از نفت خودش خیلی خیلی کم بوده و به زحمت به 12% هم نمی رسیده. در این زمان انگلیس میخواست که قرارداد گس گلشایان که پایان اون در سال 1993 بود رو به شاه تحمیل کنه و عقیده انگلیس هم این بود که باید بر شاه ایران نفوذ داشته باشه. البته بهتون گفتم انگلیسی ها شاه رو مدیون خودشون میدونستن برای به قدرت رسیدن. اسم این قرارداد که گفتم قرارداد گس گلشایان هست از نام سر نیویل گس این چهره و عباس علی گشایان وزیر دارایی وقت این چهره گرفته شده. در این زمان شاه و رزمارا دنبال مدل 50-50 بودن، یعنی 50% مال ما باشه 50% مال انگلیس. ولی از طرفی هم شاه نگران بود که رابطه ایران و انگلیس به خاطر این جریان نفت خراب نشه. برای همین از ترس خراب شدن رابطه قرارداد گس گلشایان رو امضا میکنه و انگلیسی ها هم خوشحال. ولی وقتی این طرح برای تصویب میره به مجلس 15 4 روز مونده بود که عمر مجلس تموم بشه. در اینجا فراکسیون اقلیت زرنگی میکنن و فسفس میکنن که عمر مجلس تموم میشه و قرارداد تصویب نمیشه و کار میکشه به مجلس 16.
با شروع مجلس 16 جو به صورتی شده بوده که اکثر مردم طرفدار جبهه ملی بودند و به همین خاطر وقتی مجلس 16 شروع میکنه به کار، نه تنها قرارداد گسگلشایان رد میشه، بلکه قانون ملی شدن صنعت نفت هم در دستور کار مجلس قرار میگیره و انگلیسی‌ها هم در این زمان به این در اون در میزنن و حتی از طریق آمریکایی‌ها به شاه هشدار میدن که مانع این طرح بشه. ولی وقتی شاه میبینه که جبهه ملی در تسلیم خودش برای ملی کردن صنعت نفت مصممه، با این طرح مخالفت نمیکنه و نفت ملی میشه، که البته به همین راحتی هم نیست و جریانات زیادی اتفاق میفته که حتما خودتون در جریان هستید، از قبیل تحریم ایران و تهدید به جنگ و غیره. خب همه میدونیم که بین مرحوم دکتر مصدق و شاه یه سری اختلافاتی وجود داشت، ولی دلیل اختلاف اصلی بین شاه و مصدق بر سر کنترل ارتش بود و مصدق هم قدرت شاه رو خیلی خیلی کم کرده بود، ولی مصدق به هیچ عنوان در ارتش نفوذ نداشت و همه ارتشی ها شاه دوست بودن. در اینجا با طرح انگلیسی آمریکایی موسوم به طرح تی پی آژاکس که دیگه همه میدونن چیه، ارتش کودتا میکنه و در 24 مرداد 1332 و زمان شروع کودتا، این کودتا اول شکست میخوره که شاه اول به بغداد و بعد به روم میره، ولی در نهایت که در 28 مرداد کودتا پیروز میشه، شاه باز هم به کشور برمیگرده و مصدق دستگیر میشه و به دادگاه فرستاده میشه، بعدش هم که زندان و بعد زندان هم که به احمدآباد تبعید میشه. در اینجا میخوام یک مسئله بگم که جواب اون کسایی میشه که میگن شاه تقریبا دیکتاتور بود. اون مسئله که میخوام بگم خیلی راحته ولی نیاز به تفکر داره. اون مسئله چیه؟ اون مسئله اینه که مصدق در دادگاه نظامی محکوم میشه. یعنی چی؟ یعنی شاه قوه قضاییه و دادگاه رو جوری بار آورده بود که مستقل عمل می کرد و از شاه دستور نمی گرفت و شاه هم می دونست که اگر مصدق رو به این دادگاه بده و با توجه به اینکه مصدق خودش هم حقوقدان بود، به احتمال زیاد دادگاه مصدق رو محکوم نخواهد کرد، برای همین مجبور میشه که مصدق رو به دادگاه نظامی معرفی بکنه. پس یادتون باشه اگر کسی گفت محمد رضا شاه دیکتاتور بود، در جواب میتونید این مسئله رو بهش بگید. در اول کلیپ بهتون گفتم که حکومت محمد رضا شاه رو باید به دو دوره تقسیم کرد. از اینجا به بعد دوره بعد حکومت محمد رضا شاه شروع میشه. یعنی چی؟ شاه که در زمان دکتر مصدق به شدت چشمش ترسیده بود، بعد از کودتا شروع میکنه آزادی‌های سیاسی رو به شدت محدود میکنه و آزادی رسانه‌ها و کلن همه چیزی که نشانه‌های یک حکومت دموکراتیک هست رو محدود میکنه، که این هم باعث نارضایتی عمومی هم میشه. در این زمان سازمان اطلاعات آمریکا توجه نارضایتی عمومی میشن و به شاه هم هشدار میدن، ولی وقتی که میبینن قیمت نفت که در اختیار اوپک و اوپک هم که عمدتاً در اختیار شاه ایران بود داره روز به روز بالا میره، دیگه زیاد کاری ندارن و بیخیالی تیمی کنن. پایان قسمت دوم.